خط تو و امثال تو را مقطوع میکردن. صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود همیهنان، امروز یک شنبه ششم خرداد 1403 هفته پرتب و تابی رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشت. یکی از پرتلفات‌ترین هفته هایی که برای کابینه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در یک سانحه مشکوک هلیکوپتر در جنگل های ارسباران ارتباط ورزقان بر اثر رویدادهایی که منجر به سانحه سقوط هواپیمای ابراهیم رئیسی شد. او و همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و آل هاشم امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی به همراه یکی دو محافظ احیانا و سه خدمه کشته شدند. به هر حال واکنش مردم نسبت به آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد شاید یکی از ویژه ترین رویدادها در تاریخ معاصر ایران، هم در داخل هم در بیرون. مردم خوشحال، مخالفان جمهوری اسلامی در رقص و شادی و پخش شیرینی و حکومت عزادار. چرا؟ به قول خود همین مردم، یک قصاب یک جلاد شرش از سر مردم کنده شد، اون هم در آذربایجان شرقی. در همین ارتباط دو مهمان داریم، جناب زدستای گرامی، هر هفته ما تقریبا دیگه مزاحم ایشون هستیم، و شهرام سبزواری عزیز. درود به هر دو مهمان. جناب ایزد ستا، درود به شما و تمام بینندگانت در خدمت هم. درود به شما، درود به شما حامد عزیز، درود به جناب سرنگ ایزد ستا، پیشکسوت گرامی و بزرگ نیرو هوایی. افتخاریه که دوباره فرصت اینو دارم که در خدمتتون باشم. حامد جان، تکمیل کنم فرمایش شما رو. رئیس اتحادیه صنف شیرینی فروشان رو گرفتن چون گفته بود آمار فروش شیرینی زیاد شده، بالا رفته، به خاطر همین دستگیرش کردن تا این حد. البته بله، حالا راست و دروغش کردن منشأ خبر، اما واقعا واکنش مردم در نوع خود جالب بود. ما تا در مقدمه برنامه، ما برنامه داشتیم برای اینکه به مناسبت سوم خرداد آزادسازی خرمشهر با جناب ایزدستا و شهرام برنامه رو داشته باشیم. شهرام حدودا از سه هفته قبل شروع کرده بود به مناسبت آزادسازی خرمشهر ویدیوها و مصاحبه هایی رو درست کرده بود در مورد در واقع کشته شدن های مشکوک فرماندهان ارشد ارتش و همینجور سپاه پاسداران در سوانح هوایی مشکوک طی 40-45 سال گذشته. دو سه ویدیو هم داشت، فکر می‌کنم یکی از برنامه‌ها هم با افشین نریمان عزیز بود. این بحثش کشیده شد به جلسه یک هفته قبل از سقوط این هواپیما با جناب ایزد ستا. هر دو عزیز صحبت از این کردن که این روش و خط و مشی و مرام جمهوری اسلامی است، هر جا که کم بیاره از نظر سیاسی و امنیتی، اگر لازم باشه در یکی از همین سوانح یا شبه سوانح از شر فرماندهان یا مقامات سیاسی که بخواد خلاص میشه. به هر حال هر دو عزیز قبل از این واقعه انگار آمادگی شد داشتن. ما هم باید حواسمون رو جمع کنیم، همین بعد در جلسات جناب ایزد ستا و جناب شهرام خان یه وقت گرفتار پیشبینی های شما نشیم. به هر ترتیب ابتدای برنامه با جناب ایزد ستا پرسش رو مطرح میکنم. اول حس شما وقتی که شناختید در یک سانحه هوایی هلیکوپتری ابراهیم رئیسی و همراهانش سقوط کردن چه بود؟ والا علت این اگر از نظر کارشناسی بخواییم بررسی بکنید، از نظر تخصصی، چون به هر حال از من متخصص‌تر ممکنه خیلی ها باشن و حتما هم هستن، ولی من به طور کلی بیشتر روی این مسئله عدم مدیریت صحیحش میخوام نظر خودم رو امتحان بکنم، به خاطر اینکه مسئله عملیاتیش دوتا موضوع هست که اول مسئله هواشناسیه، آیا در شرایط هوا، در شرایطی که هوا زیاد نامساعد پرواز هلیکوپتر انجامه، استفاده از اون وسیله برای انجام ماموریتی که ایشون میخواست انجام بده درست بوده یا نه؟ حالا حتما تصمیم گرفته شده که مسئله درستی بوده،
استفاده از هلیکوپتر در شرایط نامناسب از نظر دید کم و ارتفاع پایین و منطقه کوهستانی. حال همونطور که شما میدونین دید در پروازهای VFR، پروازهای با دید، مهمترین عامل هست. حداقلش برای پروازهای VFR 3 مایل در نظر گرفته میشه. بنابراین اونطوری که ما توی گزارش های هواشناسی نگاه کردم، گزارشی در اون روز به خصوص ثبت نشده. این در نظر هواشناسی که به نظر من یه مقداری دیسکرپنسی اونجا بوده که چرا اصلا هلیکوپتر در اون شرایط استفاده میشه. حالا مسئله اینجاست که خب تصمیم گرفتن که هلیکوپتر استفاده کنن. آیا هواپیمای هلیکوپتری بهتر از هواپیمای 212، هلیکوپتر 212 که در زمان جنگ ویتنام مورد استفاده قرار میگرفته در اختیار بوده یا نبوده؟ این هم خودش یک مسئله. من یک صدای عجیب و غریب میشنوم روی پلیس. شما هم همینجور منم صدا رو شنیدم، فکر کردم که اصلا قطع شد ارتباطمون. نه الان بهتر شد. الان داخل استودیو باشه. فکر میکنم از کجا بوده. فکر میکنم داخل استودیو. به هر طریق مسئله خرابکاری ما در زمان بعد از انقلاب به طور کلی و به خصوص در زمان جنگ زیاد بیگانه نبودیم با حال دخالت هایی که می شد در ماموریت های جنگی و اتفاقاتی که حتی برای ما افتاد، ماموریت هایی که به همون می دادن از نظر سابوتاژ و خرابکاری، مهمترینش که در زمان جنگ حداقل من شاهدش بودم زمانی بود که محاصره آبادان شکسته شد و متعاقب اون بلافاصله قبل از برنامه که مثلا قبل از برنامه فتح مبین که آزادسازی خرمشهر متعاقب آن بود، هواپیمای 303 کرش کرد که همه واضح آگاه هستن که تعدادی از فرماندهان ما اینکلود این فرمانده نیروی زمینی، فرمانده نیروی هوایی، ریاست دستگاه نیروی هوایی، همه اینها عبر رفتن و در اون برهه از زمان تو فاصله بین شکستن قصر آبادان و آزادسازی خرمشهر که مرحله سنگینی از ارتش بود و واقعا نقطه عطفی برای پیروزی نیروی هوایی و به طور کلی ارتش بود، اتفاق افتاد. یه دفعه تمام فرماندهان ما واقعا اینو ما هیچ چیزی به غیر از این نمیتونستیم باور بکنیم که یک سابوتاژ شده که این هواپای 303 که همه تون میدونید هواپای بسیار سیفی هست از نظر پرواز و در زمان جنگ یک هواپای حمل و نقل تاکتیکی هست، بسیار خوب عمل کرد. واقعا یکی از استفاده های خیلی خوبی که ما از هواپای کردیم همین هواپای 303 بود. با سانحه این هواپای 303 واقعا یک ضایعه بود در اون برهه از زمان. از این نظر من شخصا بیگانه نیستم با این نوع اتفاقاتی که حداقل در زمان جنگ برای ما افتاد و قبل از اون باز یه اتفاقی افتاده بود که ما یک ماموریتی گرفتیم پایگاه یه پایگاهی رو تخلیه بکنیم. خب اینم یک توطئه‌ای بود که خوشبختانه ما به موقع متوجه شدیم و به موقع تصمیم گیری های خیلی خوبی روش انجام شد که این اتفاق نیفتاد. منظور ارزم اینه که این مسئله سانحه رو باید از دو دید بررسی کرد. یکی مسئله عملیاتی پرواز هواپیماست که در رأسش مسئله هواشناسی هست که بر مبنای اون تصمیم گیری میشه و بعد استفاده از نوع هواپیما که آیا بهتر از اون هواپیمایی داشتن یا نداشتن و بعد مرحله مسئله سیاسیش که مربوط به همون خرابکاری و سابوتاژی که شما میفرمایید که خب ما بیگانه در زمان حداقل جنگ باش بیگانه نبودیم، همیشه درگیرش بودیم. جناب سبزواری،
جناب ایزد ستا به توطئه اشاره کرد. نگاه شما چیه به این سانحه؟ ببین حامد جان، جناب ایزد ستا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. اون هواپیمایی که فرمودن آبشناسان، فلاحی، فکوری، محمد جهانارا و و و بخوام بشمرم فرماندهانی که تو اون 330 اصلا طبق پروتکل های نظامی حق ندارن فرماندهان این شکلی سوار یک پرنده بشن و بخوان جابجا بشن طبق پروتکل، ولی متاسفانه سوار شدن و اومدند اطراف تهران 330 همونجوری که استاد بزرگ فرمودن یکی از ایمنترین هواپیماست، اصلا ساخته شده برای اینکه اگه مثلا سه تا موتورش هم رفت، چهار تا موتورش هم رفت، گلایدر کن بیاد بشینه روی باند خاکی، یعنی تعبیه شده برای این اصلا شرایط نامساعد بیاد این هواپیما بشینه هر جوری که شده. خب چجوری میشه که این هواپیما میاد میشینه بعد دقیقا همون نقطه ای که ایستاده میسوزه، نه پخش میشه نه به قول معروف اجساد این ور اونور. ببین وقتی یه هواپیما سقوط میکنه با سرعت بالا اجساد این ور اونور پرت میشن، نمیدونم بالش یه ور میفته، یه سری قطعات دیگه یه ور میفته، ولی این هواپیما دقیقا همون نقطه سوخته بوده و این فرماندهان اون موقع ارتش و سپاه و همه با هم سوخته بودن و کشته شده بودن در اصل. خب قطعا من نمیتونم بپذیرم که این توطئه نبوده، یک شخصی مثل من نمیتونه بپرس. حالا من میام این مثال رو میارم کمی جلوتر. ما یه پروازی داشتیم تهران شیراز در کوههای یاسوج، خورد به کوه اگه شما یادت باشه، خورد به کوه سریعا از پایگاه شکاری شاهروخی یا همون نوژه عارف فرا پریدن رفتن عکس برداری کردن موقعیت لاشه رو توی ارتفاعات کوهستان که تازه برفی بود وسط زمستون بود، مشخص کردن دادن به تیپ 65. تیپ 65 ظرف 6 ساعت بالا سر هواپیما بود در سختترین شرایط که جنازه ها رو آورد پایین و هواپیما رو جمع وجور کرد که مسافرهای ترک هم اتفاقا توش بوده و اون موقع گفتن از این اخلال کننده های ماهواره که میزنن سیستم ناوری هواپیما دچار اخلال شده بوده و نتونسته ارتفاع رو تشخیص بده و خورده به کوه یاسوج. حالا این هلیکوپتر با توجه به صحبت هایی که میشه، پروازی که داریم میبینیم، مثلا اومده سطح جاده داره به پرواز با سرعت حداکثری میکنه، این خودش باز خطای خلبانه چون نباید اون ارتفاع اون سرعت در جاده حرکت بکنه. چرا اصلا اونجوری داشته پرواز میکرده؟ از چی داشته فرار میکرده؟ چه اتفاقی داخل کابین هلیکوپتر افتاده که یه همچین پروازی یه خلبان با تجربه یه استاد خلبان میکنه؟ ببین اینا همه سوالاییه که بی جواب مونده و بعد اون شویی که برای پیدا کردن لاشه هواپیما اجرا کرده، رفتن نمیدونم پهپاد آکینجی نمیدونم فلان ترکیه رو خبر کردن که بیاد، در صورتی که اینجوری که خودشون ادعا میکنن میگن بی تی اس موبایلی که آل هاشم تماس گرفته شده نقطش معلومه، و وقتی بی تی اس نقطش معلوم میشه شما شاید 2 کیلومتر تا 5 کیلومتر رو اون منطقه رو یه دایره میکشی، مگه جستجو کردنش برای نیروهای مخصوص چقدر سخته؟ چند ساعت طول میکشه فکر میکن؟ هلیکوپترهای شنوک ما که تو اون شرایط آب و هوایی میتونستن پرواز کنن، میتونستن هلیبورد کنن، تیپ هواورد بره اونجا بگرده، پیادش هم بگرده، اصلا آموزش دیدن برای یه همچین کارایی. چه خلبانای رسکیو نیرو هوایی و هوا نیروز و چه تیپ هواوردی که باید هواورد بشه به وسیله همون هلیکوپترها بالا سر یه همچین اتفاقاتی. متاسفانه وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه قتل حکومتی دیگه این بار از خودشون پیش روه، نه از فرماندهان نظامی. یه کسی رو تو جایگاه خودش رو میخواستن حذف کنن. این نظریه شخصی بنده است، حالا پیشتر ببینیم در خدمتتون، مخصوصا راجع به اون مسئله که جناب عزت‌ستا فرمودن که اون توطئه در مورد تخلیه پایگاه دسفول رو میخوام بشکافیم با جناب عزت‌ستا ببینیم به کجا میرسیم. این نکته ای که خب در سطح بین الملل حائز اهمیت بود بعد از اینکه هلیکوپتر سقوط کرد، فکر میکنم کمتر از 24 ساعت بود، سناتور چاک شومر رهبر اکثریت های دموکرات کنگره آمریکا
سنای آمریکا صحبت از این کرد که تلفات که ناشی از سقوط بوده بر اثر خرابکاری نبوده. خیلی برام جالب بود که صدای مقامات جمهوری اسلامی از گلوی سناتور چاک شومر دموکرات بیرون میاد، در نوع خودش جالب توجه بود. یادم افتاد که بعد از سقوط در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراین اینترنشنال با موشک‌های سپاه پاسداران، سفارت کانادا و همینجور اوکراین در تهران و همینجور دولت کانادا، اونها هم صحبت از این میکردن که نقص فنی است. حالا بعد از 3 روز 4 روز در واقع شاهد کاشف به عمل آمد که دو موشک سپاه دست کم این هواپیما سرنگون شد. شهرام، سال 84 بود به نظرم که یک هواپیمای 330 که از تهران به چابهار پرواز میکرد، حامل خبرنگاران بله. در مسیر رفت خبرنگاران و فرماندهان سپاه، بعد در مسیر رفت یکی از موتوراش در واقع فیل شد. استاد پروازی که در برج مراقبت بود، جناب عزت‌ستا، به او توصیه کرده بود که برای اینکه حالا بالانس برقرار بشه یکی دیگر از موتورهای سمت چپ و کاربن از کار بیاندازه، دو موتوره بیاد. منطقه اشتباه از این قرار بودش که حساب نکرده بودن گویا که این هواپیما فرسوده است و با دو موتور با اون حجم مسافر نمیکشه بیاد. در نهایت قبل از فاینال روی مجتمع مسکونی توحید فرود آمدند و فاجعه اتفاق بود. خاطرم هست بعد از اون اتفاق تا مدتی خیلی از پروازها مگر امرجنسی کنسل شده بود. جناب عزت‌ستا، پروتکل در اینجور مواقع چیست؟ وقتی که در روانی روز یک چه اتفاقی میفته، بازتابش چیست؟ اینکه توطئه‌ای باشه یا خرابکاری باشه، اون صورت سانحه رو بررسی میکنن تیم ها؟ ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتون، سانحه وقتی که اتفاق میفته باید اول علت اصلی سانحه رو پیدا بکنن. یک علت اصلی داریم که بهش میگن مین کاز، یه علت عوامل کمک کننده داریم که بهش میگن contributing factor. این هواپیما، اگه راجع به این هواپیمای 330 که داشتیم صحبت میکردیم که در زمان درست بعد از شکستن حصر آبادان اتفاق افتاد، یک مرحله از بحرانی واقعا در زمان جنگ بود که یه قسمتی از مملکت ما رو گرفته بودن، داشتیم آزادش میکردیم. توجه میکنی هواپیمای 330 همونجور گفتم هواپیمای بسیار سیفی بود. در جواب سوال شما، آخرین تصمیم هم خلبان میگیره. اگر یک دستوری بگیره، فقط هر دستور دیگه به خلبان داده میشه، دستور اجرایی نیست که اون رو اجرا بکنه، فقط دستور راهنمایی و یادآوری میتونه باشه، ولی تصمیم اصلی رو خلبان، شخص خلبان میگیره. و دو نفر خلبان هم هستن، یه نفر نیستن، به خصوص تو ماموریت های هواپیمای 330. همونطور که الان صحبت شد، هواپیمای 330 روی یک زمین معمولی، توی یک کشتزار معمولی میتونه بشینه و تخلیه مجروحین در زمان جنگ بکنه، و ما یک مورد سانحه ندادیم در مورد انجام وظیفه. هواپیمای سانحه هواپیمای 330 را متخصصین نامبر وان در دنیا رفتن بررسی کردن و بعد گفتن این هواپیما هیچ گونه نقص فنی نداشته. که هواپیما 4 تا موتور هواپیمای 330 با هم از بین بره، این هم بوده. حالا میرن روی مراحل بعد. شما وقتی سانحه رو بررسی میکنین، احتمالات رو در نظر میگیرید، بعد یکی یکی اون احتمالات رو حذفش میکنید. آخرین مرحله که میمونه، حالا باید گروه های متخصص برن بررسی کنن. شما اول میگی هوا، علت هوا بوده. وقتی که بررسی کردن، هواشناسی بررسی کرد، به هر حال اون چیزی که ثبت شده بررسی کردن، دیدن نه، هوا مثلا مناسب بوده برای پرواز هلیکوپتر. حالا میرم مرحله بعدی، آیا این وسیله درستی برای انجام این ماموریت انتخاب کردن؟ هواپیمای 212 اون دیگه الان صحبت شد، ما هواپیمای شنوک هم در اختیار اون بوده. عنوان مثال، اگر حتما به عنوان یک جست سیاسی میخواسته انجام بشه که با هواپیمای هلیکوپتر برن بازدید بکنن از یک طرح آبادانی، خب هواپیمای بهتری استفاده میکردن.
هواپیمای 212 مال زنگ جهانی زمان جنگ ویتنام آمریکایی استفاده میکردن ازش. ما حداقل 214 هم داشتیم. حالا مسائل ناوبری تو اصلا یه فاصله خیلی نزدیکی هم بوده، فاصله دوری نبوده، تو با ماکین هم میخواستن برن. مگر دیگه عرض کردم یه جست سیاسی میخواستن بگیرن که خب حالا اون یه بحث دیگه است. این میره به حال تو فیز بعدی. شما یه فیزه که بررسی کردین گفتن آقا هواشناسی نبوده، اشکال فنی هم نبوده، حالا میریم ببینیم پس چه اشکال دیگه ای بوده. حالا اینا گروه های متخصص باید برن بررسی کنن. من فهم میکنم از موضوع بحث ما در اینجا یه مقداری خارج میشه که حالا باید ببینن کارشناس های بین المللی، چون واقعا یه سانحه یه که خیلی ها درگیرش هستن، حتی کارخونه های سازنده در بعضی از مواقع دخالت میکنن، چون به هر حال یک چون میگن نقطه ضعفی برای اون کارخونه سازنده هم هست. اما استثنایی به اون عظمت که میخوره زمین، کارخونه سازنده بیکار نشسته اونجا که هر کی بگه آیا آقا مثلا موتورش خراب شد. هر کنه کارخونه لاکید هم یک صدمه بزرگی بهش خورده میشه، اونها هم کار خودشون میکنن. از این در شرایطیه که اگر انگیزه ای باشه برای اینکه واقعا این کمیته که داره تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح کار میکنه میلی به اینکه واقعیت رو بگه یا دستوری برای اون داشته باشه. در همین در واقع هفته گذشته برای عرض تسلیت به علی خامنه ای اسماعیل هنیه از رهبران گروه تروریستی حماس آمده بود. علی خامنه نشسته بود و موعظه میکرد، برای او از مادر حضرت عیسی صحبت که موسی صحبت کردن در اینکه وعده هایش عملی میشه. ویدیویی در اومد که مادر ابراهیم رئیسی نشسته و ناله میکنه و میگه خداوند هر کی رو که غیر از او خودش در واقع کار رئیسی رو یک سره کرده بکشه. ناله و نفرین او همراه شده بود با جشن مردم. و جالب اینجاست که خیلی از خانواده شهدا و کشته شده های جنگ ایران و عراق هم واکنش نشون دادن، از مردم خواسته بودن برای اینکه نشون بدید جمهوری اسلامی نامشروعه شاد باشید. و مسائل دیگری هم که مقامات حکومتی شروع کردن به توهین به مردم، اونهایی که میرقصیدند و شاد بودند و حسینی خراسانی از اعضای فقهای شورای نگهبان گفته اونهایی که رقصیدن کفتارها و شغالها بودند. و مسئله بعدی فکر میکنم فرماندار نیشابور بود که گفته در مسیری که هواپیما یا هلیکوپتر ابراهیم رئیسی داشته پرواز میکرده امام زمان رو دیدم و خیلی مضطرب و نگران در حال دوان دوان میخورد و به کجا میرفت. برای اینکه بخش دوم رو شروع بکنیم یک ویدیوی کوتاه 2-3 دقیقه است ببینیم و برگردیم برای مبحث دوم. به مادر حضرت موسی دو تا وعده داد، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این وعده رو برای اینکه مادر موسی باور کنه که حالا که این وعده عمل شد که ردد ناول امه، اون بعد هم عمل خواهد. من که ناپلونیو میگیرم شما هم بگیرید، رقص کنید، پایکوبی کنید از سر تا سر جهان. ایرانیان نشون بدن که این حکومت برای ما مشروعیت نداره. اما حواسمون باشه به موضوع جانشینی و اصلاح طلب ها و مشتبه‌های خامنه‌ای و خلاصه یه سفره پهنه هم دیگر رو دارن تیکه تیکه میکنن واسش. اون از بود کتلتاشون یکی دوتا هم نه، این هم از ابرام قصابشون. هلیکوپتر هلیکوپتر بگو
شهرام این ارتش قلی بود رژیم رفت یا ارتش برره؟ متاسفانه این یگان تشریفاتیه که ارتشیه که تحت رهبری بچه آخوند موسوی داره هدایت میشه. طرف آخوند بچه آخوند دیگه، آخوندزاد است. همونطور که میدونید حامی این آقای موسوی که الان فرمانده کل ارتشه آقای آل هاشم بود که کشته شد، حالا به هر طریق در این هلیکوپتر کش بود و کشته شد. این ارتشی که میبینی یکی متاسفانه شلوارش پاره شده، دستا بالا پایین میشه و فلان میشه، این حاصل هدایت آقایون ایدئولوژیکه، نه حاصل ارتش. یگان تشریفات باید سلوحه باشه. حالا من میخوام اینجا وام بگیرم. ما با جناب بابایان، کاپیتان بابایان که برنامه داشتیم راجع به یه مقوله‌ای صحبت کردیم، چون ایشون فرودگاه شهید، پایگاه شکاری شهید وحدتی بودن، همون دسفود پرواز میکردن. یه برنامه هست، ببینید ما تو ارتش طرحهایی داریم، هم چه برای حمله چه برای تخلیه، مثلا طرح البرز، دماوند، اسامی مختلفی داره که این طرحها زمانی که کشور مورد حمله قرار میگیره اجرا میشه، روتین ارتشه. الان نشستن تر رو ریختن، آماده کردن، هر کدومشو در جای خودش، زمان خودش، مراحل خودش اجرا میکنن. من میخوام حالا جسارت کنم از کاپیتان عزت ستاه بپرسم که طرح تخلیه دسفول چی شد اصلا، چجوری اصلا ابلاغ شد؟ این یه توطئه بزرگ بود. میدونیم که اگه ارتش عراق میامد اونجا مسلط میشد، تقریبا میشه گفت کل ایران از دست رفته بود، چون به همه پایگاه هوایی ما مسلط بود و میتونست اونجا رو بگیر. شما که خودتون تو بطن کار بودید و اون مقاومت دلیرانه و شجاعانه و وطن پرستانه خلبانه رو دیدید، با توجه به اینکه میدونستن همشون امکان داره اونجا جونشون از دست بدن ولی ایستادن و اون پایگاه رو تخلیه نکردن، میتونم از شما خواهش کنم یه توضیحات مبسوطی در این مورد بدید؟ چی گذشت؟ اون برنامه یک واقعا توطئه‌ای بود که مالا خیلی مفصل تر از این باید راجبش صحبت بشه. اون اسم عظیمی که شما انتخاب کردیم برای زاگروس، اگر شما یک خط بکشین از پایگاه چابهار به تبریز، این درست مسیر کوههای زاگروس دیگه، اهمیت واقعا طبیعی مملکت. یه طرح خیلی کلی بود که این خوزستان میشه قسمت جنوبش، شمال زاگروس یعنی بین کوههای زاگروس و دریای مازندران میشه یه قسمت دیگه ای از من بکرد. بنابراین این یک اسم پر عظمتیه در تاریخ طبیعی مملکت ما. این یه طرحی بود که باید اجرا میشه. حالا در مورد طرح که شما فرمودین، یک مسئله ابلاغشه، بسیار ناآگاهانه میخواستن یه طرحی رو ابلاغ بکنن، خیلی هم حساب شده بود، توجه میکنین، در یک مرحله بسیار بحرانی هم. برای همونطور که الان شما قبلا اشاره کردیم، ما برای هر کاری یک پروتکل کلی داشتیم به نام طرح تخلیه پایگاه. پایگاه اینطوری نیست که مثل نیروی زمینی به قول آقای ولی صدر موقع فرمانده کل قوا بود، ما زمین بدیم زمان بخریم. این به این راحتی نیست. ممکنه در نیروی زمینی باشه، من دانشی ندارم که بخوام راجع بهش صحبت بکنم، اما در نیروی هوایی ما طرح داشتیم، باید یک قسمتهایی از پایگاه رو خراب میکردیم و تخلیه میکردیم، نه اینکه فقط هواپیمامون رو برداریم بریم پایگاه رو سالم بذاریم در اختیار آقایون بیان ازش از باند و تأسیسات ارتباطی و بنزین و سوختگیری و اینا خیلی راحت استفاده کنن. اون موقع دیگه ارتشی منتقل میشد به دسول، توجه کنیم. بنابراین برای تخلیه پایگاه ما یه طرحی داشتیم که اصلا قابل اجرا نبود، به خاطر اینکه اون فرماندهی که داره به ما این دستور رو میده معلوم نبود این چی داره این دستور رو میده، توجه میکنه، ناآگاهانه داشتن یک دستوری به ما میدادن که ما پایگاه رو تخلیه کنیم بریم هواپیما رو برداریم بریم اصفهان. خب ما یه تعدادی هواپیما رو این کار کردیم،
ولی به اندازه کافی که بتونیم از پایگاه حفاظت بکنیم هواپیما خلبان اصلا نرفتن از پایگاه. چی رفتن؟ یک نفر خلبان از پایگاه بیرون نرفت. حالا ما اگر اینو به عنوان یک طرح ابلاغ میکردیم بر مبنای طرح تخلیه پایگاه، خب اگه آقایون اجرا نمیکردن پایگاه مستقل شکاری بود. فرمانده پایگاه قرص محکم واسه گفت این طرح اشتباهه، این مثلا قبل از اینکه ما طرح رو کاغذ بیاریم و ابلاغ بکنیم و اینها، به دستور فرمانده گروه طرح با پایگاه و فرمانده پایگاه تماس گرفته شد. ایشون گفت اصلا ما نه کروی تخریب داریم، نه مواد منفجره کافی داریم، نه آدم هایی که بخوام این اصلا طرح قابل اجرا نیست. بیمارستان پایگاه وحدتی یک بیمارستان منطقه‌ای بود. حالا ما وارد اون بحث اگه بخوام بشیم به نظر من ساعت‌ها زمان می‌بره، فیلم‌ها تهیه شده برای این کار، بنابراین اجازه بدیم ما تو دیتیل اون کار وارد نشیم. من فقط می‌خوام بگم که یک پایگاه توطئه بود که در نهایت اون کسی که می‌خواست اجرا بکنه، اگر هم طرح ابلاغ می‌کردیم از گروه طرح، ما اگر هم ابلاغ نکردیم گفتم آقا اون کسی که این طرح رو داده خودش بیاد به فرمانده پایگاه، میگه نه قابل انجام نیست، ما هم که میگیم نه. ولی ما نمیتونستیم در زمان جنگ بگیم که آقا این کار رو نمی کنیم، که هممون رو میگرفتن سینه دیوار میذاشتن، برایشون فرق نمیکرد. دادگاه صحرایی در زمان جنگ همه تیربارا. خب بله، این اون چیزی بود که صدام حسین خیلی کیف میکرد باهاش اگه این برنامه این به این صورت اجرا میشد. حالا اجازه بدیم ما وارد این مسائل، اولا از مرحله اصلیمون یه مقدار پرد شدیم و بعد در مورد پایگاه تخلیه پایگاه دستور، یکی از نقطه های بسیار حساس در زمان جنگ، همونطور که من به 330 اشاره کردم، سانحه 330 شما میدونید ما حمل و نقل نیرو هوایی واحد ترابری در یک شب 6000 نفر 7000 نفر پرسنل ما جابجا کردیم برای انجام حفاظت از پایگاه دسفور. اینا کار شوخی نبود، الان راجعش هم صحبت نمیشه، ولی مسئله کلی مسئله مدیریته که اصلا من مدیریت ندیدم بعد از انقلاب. ما معلوم نبود کی کجاست، کی فرمانده اصلی کجاست، حتی فرمانده کل قوا هم عوض شد. جنگ موقعی که شروع شد آیت الله خمینی خودش فرمانده کل قوا بود، بعد بلافاصله عوض شد آقای بنی صدر. در بعضی از مواقع وقتی که با آقای بنی صدر تماس می گرفتیم می گفت حالا این از حوزه اختیارات من خارجه، اصلا سیستم فرماندهی وجود نداشت که حالا شما بگین این کار کردن یا اون کار کردن. خیلی راحت دوتا موشک می دادن یه هواپیما از آسمون ساقط می کنن، 200 نفر آدم هم عبه می رن، بعد هم میگه ما نکردیم. خب این چه سیستم مدیریتیه؟ آقای موشک از کجا پس فایر شده؟ از داخل مملکت فایر شده، هواپیما ساقط شده، تعدادی آدم هم رفتن. حالا خیلی راحت میگم بعد که همونطور که عرض کردم سازمان های دیگه میان وارد این کار میشن، میگن آقا این موشک ساخت فلانجا بوده، اینجوری بوده، اونجوری بوده، بعد که میبینن دیگه هیچ جایی ندارن میگن خب حالا ما کردیم ولی اشتباه کردیم، معذرت میخوایم. تموم شد؟ مسئله سیستم مدیریت که به نظر من باید روش اشاره کرد اینجاست. به همین دلیل هم جنگ و زمانی شروع کردن که تمام فرماندهان ما را قلقم کرده بودن. این صحبت ها شده قبلا. ما همسال مهرمند و جهانبانی و نمیدونم تیمسا خاتم و خسروداد و همسال اینها دیگه نداشتیم. حد اکثر درجه بنده بود اونجا نشسته بودیم، درجه سرهنگی، ما سرهنگ به بالا نداشتیم که. نتیجتا ضعف مدیریت و سیستم فرماندهی، سیستم ارتباط، اینا مسائلی بود که همه چی به هم ریخت. بعد از انقلاب هنوز هم من فکر نمی کنم درست شده باشه. این هواپیمایی که میخواد مثل این میمونه که به ما اون زمان میگفتن که آقای هویدا میخواد بره فلانجا بازدید بکنه، ما همینجوری این میدونیم چون اگه آقای 43 بهش میدادیم میگفتیم حالا بیا دو نفر اینو بردن، آقا خلبانش کیه؟ چه تجربه داره؟ از نظر سیاسی تایید شده است؟
هواپیماش چه رکوردی داره؟ این هواپیما هواپیمای سالمیه، هواپیما به درد این کار میخوره. درست، حالا این ما مقایسه بکنیم با اون زمان، حالا مثلا فکر نمیکنم قابل مقایسه باشه. بعد از 40 سال 50 سال هنوز به یه سیستمی رسیدیم نزدیک به اون سیستم. ما 100 سال پیش برای ما نیروی هوایی بنیانگذاری کردن، سالها روی زحمت کشیده شد، نیروی هوایی درست شد، بعد یه دفعه اومدن همه چیه دنیا به هم دست به دست هم دادن، نیروی هوایی ما رو به هم بریزن، مملکتمون رو اشغال کنن، برن نوبات کنن. و کردن این کار رو، مگه نکردن؟ ما به غیر از شهر آبادان مگه شهر صنعتی بزرگتری هم داشتیم تو ایران؟ محاصره کردن. مگه به غیر از بندر خرمشهر بندر آبادتری هم داشتیم در ایران؟ گرفتن گمرک خرمشهر رو، ما خودمون بمباران کردیم. حالا این وارد یه بحثای دیگه میخوایم بشیم و مسائل سیاسی میاد تو کار، که من فکر میکنم که مسئله عملیاتیش رو اگر راجع بهش صحبت بکنیم، من صاحب نظرتر هستم در مسائل عملیاتی تا مسائل سیاسی. بیشتر منظور من اون حماسه بود که بچه های خلبان آفریدند. میدونید هیچ وقت فیلم نبود، همیشه فیلم درست میکنن که سپاهی ها وایستادن و نمیدونم گریه کردن و فلو کرد، ولی بچه هایی که خلبان پایگاه دستور بودن، پایگاه شکاری وحدتی بودن، حتی رئیس جمهور اون زمان از دستشون در رفت به خاطر وطن پرستیشون، که رو میخواستن رئیس جمهور رو به خاطر حکمی که داده بود تخلیه پایگاه وحدتی بکشن تا این حد، ولی خاک و دست دشمن نداد. حالا ما یه فیلمی داریم راجع به هم جناب خلعتبریه هم جناب محققیه، راجع به کارهایی که اون زمان کردن و چه بمبارانی کردن و چگونه نشستن و چگونه ایستادگی کردن که ذره خاک کشور ما به پوتین دشمن نچسبه، با هم ببینیم اونو. و واقعا اسطوره‌هایی هستن که مردم باید بشناسن، مردم خصوصا جوان ها الان رفتن دارن تحقیق میکنن، بهتر این اسطوره‌های مملکت ما رو بشناسن. رستم و سهراب فقط تو شاهنامه ها نبود، رستم و سهراب همون خلبانان بودن، همون سرهنگ قنبری و گردان دژ خرمشهر بود که ایستادن تا آخرین نفر مقابلشون، ناخدا صمدی بود، اینها رستم و سهراب های خارج از شاهنامه بوده. اینو ما همیشه باید یادمون باشه، مخصوصا ماها که جوان‌تریم، تکریم کنیم، احترام بذاریم به پیشکسوتان و بزرگان نیروی هوایی و ارتش، اصلا کلا نیروی زمینی، ارتش و کسانی که نذاشتن قسمتی از خاک کشور ما جدا بشه. اگه آقای شهرتی اون فیلم جناب محققی رو اگه آماده است پخش کنین ممنون میشه. بله، مجبور بودم صبحانه عراقی ها رو بهشون بدم. ما یک سربازی داشتیم به زبان عربی خیلی آشنا بود، تا اسم میشد اینو مینشوندیم جلوی تلویزیون، این ترجمه میکرد به ما که آقا صدام رفته امروز پتروشیمی رو افتتاح کرده، صدام رفته پلان کارخانه رو افتتاح کرده، ایشون آقای صدام امروز افتتاح میکرد، فردا و من یا دوستانم اختتامش میکرد. رفتم داخل خاک عراق به پشتیبانی F-14، من میرفتم تو شکم این هواپیماهای دشمن، اونها راهی جز فرار نداشتن، میدونستن که من میزنمش و شوخی هم ندارم، بمبو بریزم سرشون بگم برگردن پشت مرزهاتون، اینجا جای شما نیست، این خاک مقدس. تا زمانی که هر ملتی هر قدرتی به ما زور میگه و میست، دست آخر من باید قبل از ملتی فدا بشم، این فدا شدن وظیفه منه، من تعهد کردم، اون یکی خلبان تعهد کرده به ملت نباید صدمه بخوره. حتی یک ماموریت 18 روزه رفتم للهی تو این مغزم بودن الان خوزستان چی شد. بله، فکر میکنم یه ویدیوی دیگه هم باشه، درسته شهرام؟ بله، یه ویدیو دیگه هم هست پال جناب خلعتبری که میگه من قسم خورده بودم یک شهرکی رو کنفه یکون کنم ولی این کارو نکردم.
اگه آقای شهرتی اینو بده بله. همینه، اگه اینو پخش کنن خیلی جالب. من گفتم که به چیزی از خورم شهر باقی نداشتن، زنها بچه ها اونایی که گرفتن در لبوس کردن، قسم گرفتم، قسم خورم از اینجا، گفتم به خدای کریم قسم میخورم، به شرف قسم میخورم، شهرک سمان و با خواهد دوستان. همزور که از دور میگفتم انگار اولشم با چشم خودم دیدم که وقتی تصمیم گرفته در سلی کردستم بزنم تو سرشون، چندین بار سرنگ مردی من رازد خلط بری دشار احساسات نشو شرم نوزون دیدم مادری بود خودم دیدم یه تو پرید بچه رو بیدم انداز دیده شکمش دوش خوابی بود و همون لحظه من یه دفعه به خودم اومدم تو تا بایی یه دفعه بچه همه فراز خاک میخدم دوست از من که پشه بوشنشم بله، جناب خلدری میگه من قسم خورده بودم که وقتی اون صحنه‌های خرمشهر رو اون اتفاقاتی که افتاده بود دیدم، قسم خورده بودم که رسیدم به اولین شهرک عراق اونجا رو خاک و خون بکشم، ولی لحظه آخر یه مادری خودش میندازه روی بچه و خلدری کلا منصرف میشه از این کاری که میخواسته بکنه و میره پالایشگاه رو میزنه. این مردانگی بود، این شرفی بود که نظامیانی که در ارتش شاهنشاهی پرورش پیدا کرده بودن و به درجه خلبانی رسیده بودن، براشون فرق نمیگرد چه کسی اومده، براشون ملت ایران مهم بود. همین الان ببینید این جناب محققی گفت من باید سپر ملت ایران باشم. امیدوارم جوانان ارتش ما این مسئله رو درک کنند که سپر ملت بودن یعنی چی. من آرزوم اینه که روزی برسه ارتش ایران معنای واقعی سپر ملت ایران بودن رو بفهمه. ببینید جناب عزت ستا بزرگ ما هستن، هم دورهایشون کسانی که الان تاج سر ما هستن، اینا معنای سپر ملت بودن رو فهمیدن با جانفشانی هایی که کردن، با عملیات هایی که رفتن، با مرگی که به ثانیه و ساعت و روز جلو چشمشون دیدن، با خدافزی هایی که خونه هاشون کردن، اینها تمام دینشون رو به اون مملکت و ملت ادا کردن در بدترین شرایط. یعنی میرفتن پرواز میامدن میگفتن مثلا همدوره فلانت اعدام شد، شما ببین چه روحیه ای داشته اون خلبان که مثلا باز میشسته پشت هواپیما میگفته باشه رفیقم رو کشتید ولی من از ملتم دفاع میکنم و ایستادگی کردن پای اون خاک، اون میهن، اون آباد. امروز ارتش ما، پرسنل ارتش ما باید قبطه بخوره به یه همچین غیرت و شرفی. آیا این خون، این دی ان ای وراثتی که میگن از نسل به نسل در ارتش انتقال پیدا میکنه، بحث نمیدونم پدر و پسر یونا نیست، ما داریم میگن هر یگان یه جوری بار بیاد نسلهای بعد اون یگان هم وجود. امروز من میخوام ببینم اون دی ان ای که این عزیزان دفاع کردن از کشور تو این ارتش ما هنوز وجود داره، میتونیم روش حساب کنیم یا نه. ببخشید زیاد صحبت کردم. اونم در مقابل دشمن خانگی، یعنی دیگه بلد. دشمن فرق نمیکنه، کشور ما هم الان اشغاله دیگه. وقتی تمام مال و اموال ایرانیان رو میگیرن اسم غنیمت دارن تقسیم میکنن بین خداشون، مشخص دیگه، دیگه اشغال چه شکلی میشه؟ اشغال همین شکلی میشه دیگه. جناب عزت ستا تمام این سوانه دودش در چشم مردم میرفت، این بار خودشون گرفتار شدن، نه تجهیزات داشتن، نه عزم، در واقع عزمی و مدیریتی داشتن برای اینکه اجساد رو پیدا بکنن. احتمالا دارم فکرشو میکنم این آقای آل هاشم امام جمعه تبریز که رئیس عقیدتی سیاسی ارتش هم بود، گویا دو سه ساعتی زنده مانده. دارم فکر میکنم در اون لحظات چه فکرایی کرده زمانی که مردم همون استان، همون اطراف در سرما از سر زلزله بدون چادر، بدون جانپناه بودن، یا در چابهار یا در سیستان و بلوچستان مردم سیل زده بدون امکانات رها شدن. فکر میکنم یه دو سه ساعتی طعم گرفتاری و مصیبت رو چشید. حس شما چیست در مورد این وضعیت؟ پیامتون به ارتشی ها چه میتونه باشه در جایی که میبینن مردم چقدر تحت ستم؟ ببینید مسئله خیلی احساسی رو مطرح کردین الان، ما این وارد مسئله احساسی شدیم الان.
ما زمانی احساس داریم که یک چیزی رو دوست داریم یا یک کسی رو دوست داریم. اگر شما رو بردارم ببرم مثلا نمیدونم توی آفریقا یه دونه بهتون جزیره مجانی بدن، چه احساسی ندارین رو اونجا؟ چه احساسی دارین رو اون جزیره؟ ولی این پایگاه وحدتی رو که الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، فرمانده اون پایگاه پشت این میزش که نشسته بود سکته کرد. این چه علتی باعث میشه که این انجام بشه؟ غیر از وطن پرستیه، غیر از پرستشه، توجه میکنین؟ ما اون چیزی که واقعا ازش حفاظت کردیم، اگر هم دنبال مملکتمون بودیم، این مملکت زمانی ارزش داشت که ملتمون را هم داخل اون مملکت خوشحال میدیدیم. توجه میکنه مسئله عرق میهن و وطن پرستیه که باعث میشه که فرمانده پایگاهی که 20,000 نفر جمعیت داره پشت میزش سکته کنه. اینو کسی راجبه صحبت کرده؟ این فرمانده پایگاه رو قبل از اینکه مأموریت رو بهش ما کدوم مأموریت رو شما یک نفر بیاد و بگه ما در جلسه پیش من گفتم ما مردانه جنگیدیم، پروتکل داشتیم، سیستم داشتیم، اول هدفهای تاکتیکی رو میزدیم، بعد هدفهای استراتژیک رو میزدیم، بعد میرفتیم کارخونه هواپیماسازی و غیر و ذالک میزدیم، بعد میرفتیم هدفهای اقتصادی رو فلج میکردیم، آخرین مرحله میرسید به زدن شهرها که نمونهش شما تو هیروشیما دیدین. ما اون برنامه هیروشیما را هم حالا با نه بمب اتم، با بمب‌های کانونشن میتونستیم اجرا بکنیم در بغداد. ولی شما بیاین به ما یک دونه فرگ ما نوشته باشیم که برین روی شهر بمب بریزیم. خلبانه هست، اگر هم می نوشتیم خلبانمون انجام نمیدادن. بالاخره اون خط خلبانی که تو هوا به ما میشینه عرق ملیش باعث شده که تو هوا خواه نشسته. فرقی نمیکنه براش که بره یه آدمی رو بکشه. حالا اون احساس اگر نباشه، اگر این احساس از وجود آدم ها بگیرین، دیگه اون آدم میشه ربات. الان شاید وحشت از هوش مصنوعی همین باشه. آخر سر اون خلبانه که تصمیم میگیره، توجه میکنی؟ اون احساسه، اون عشق به وطنه. ما اگر وطن نداشته باشیم چی داریم؟ من کیم؟ من امروز تو آمریکا هستم، میگم کیم؟ اما من میپرسن تو کی هستی؟ من میگم من ایرانیم، من آمریکایی نیستم. اونیه که ما هممون تمام اون بازماندگان جنگ، اگر هم امروز بنده اینجا زنده نشستم در خدمت شما هستم، اون حالا اگه بخوام این لغت استفاده کنم یه خورده شاید اغراق‌آمیز باشه، ولی اون حالت روانی عادی دیگه نداریم. تمام رفقای من، تمام شاگردای من، تمام فرمانده های من، یا خب ما خلبان از تو زندان در آوردیم رفت نشست و هواپیما شهید شد. مگه اینها نبود؟ اینا رو مگه ندیدیم؟ مگه؟ ولی متاسفانه تاریخ و فاتحین می نویسن. من خودم رو فاتح جنگ می دونم، ولی آیا اجازه نوشتن دارم؟ ای. اون کسایی که فاتح هستن تاریخ رو می نویسن متاسفانه به دروغ. اونو ما باید باش مبارزه کنیم. اگر کسی تاریخ رو می نویسه شفافیت داشته باشه. شما کجای کار الان شفافیت می‌بینید؟ یه گزارش هواشناسی درست به من میدن که من روش بشینم تصمیم بگیرم بگم آقا این خلبان اشتباه کرد، هواشناسی اشتباه کرد، تو چرا اشتباه کردی؟ وقتی نگاه میکنم میبینم خلبان سرهنگ تموم بوده، یعنی همدرجه من بوده تو اون هواپیما. من غیر ممکنه تو اون هواپیمای 212 میچستم آقای هویدا رو این بر اون بر میبردم. خب ایشون هم موقعیت شخص اول مملکت رو داشته، رئیس جمهور مملکت بوده. احساسش رو اگه ازش بگیرید که همه چه گرفتین، اصلا اسمی ازشون نیست. خیر، دو نفر، سه نفر افسر ارشد بودن تو این هواپیما تصمیم گرفتن.
از بهترین خلبانان نیروی هوایی جناب صدر صحبت شده راجع بهش نه چرا؟ فقط نمایش داده خودشون هم که عبر رفتن حالا کی باعث این ها شده بیاین اون قسمت رو بررسی جناب یک دقیقه دیگه مونده با شما یک دقیقه من برام خیلی سخته واقعا اینی که میگم قلبیه ما ارتشیان اونجوری که یاد گرفتیم یعنی از پدرم پدر بزرگم همینجوری از خانواده یاد گرفتیم خدایی بزرگتر از ایران نده اگر ایرانو میخوایم همونجوری که جناب عزت‌ستا گفت ملت ایران باید در آسایش باشه ارتشی که پشت ملتش وای نسته ارتشی که سپر ملتش نشه ارتشی نیست نه شرفی داره نه غیرتی داره نه اصلا هویتی به نام ارتشی داره ارتشی نظام براش مطرح نیست ملت ارجحیت داره اینا حتما مد نظر داشته باشن همکارای سابق من ممنون از هر برنامه شن. تا برنامه بدرود بدرود تو امثال تو را مقتول میکردن صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم مردم من و همرزمانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است ما زندگی